به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی در تورنتو نشستی تشکیل شده به همت کنشگران ایرانی کانادایی از جمله حامد اسماعیلیون عضو هیئت مدیره انجمن دادخواهی پرواز PS752 در کنار انجمن دادخواهی پرواز PS752 از مابین فعالان مدنی و حقوق بشر ایرانی کانادایی افشین افشینجم، زرین محی‌الدین و فریدون رحمانی و همچنین از سیاستمداران ایرانی کانادایی رضا مریدی و علی احساسی نشست رو ترتیب دادند تا نگاهی داشته باشند به دستاوردهای خیزش انقلابی در طول دو سال گذشته و تأکید بر اهمیت اتحاد در این مسیر. با تمام اون ممکنه تفاوت ها و جدایی هایی که از نظر خط مشی فکری سیاسی یا حتی ایدئولوژی که باشه، ما در کنار هم هستیم و میتونیم روی نکات مشترکی از جمله سالیاد کشته شدگان جنبش جینا که از امروز شروع میشه متمرکز بشه. در این نشست سخنرانی های متعددی چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین انجام شد که مؤکد اهمیت ادامه این مسیر و در کنار هم قرار گرفتن بود، خیزشی که حالا با کمرنگ تر شدن تجمعات خیابانی به نظر میرسه که اهمیت نهادسازی رو بیش از پیش میکنه. به نظر من الان جنبش در ایران زنده است، یعنی چیزی که این تصویری که ما از ایران میبینیم در اعتراض زنان، کارگران، پرستاران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، لایه‌های مختلف مردم، به نظر من دارن به اعتراضشون ادامه میدن. جمهوری اسلامی شاید بخواد وانمود بکنه که بر اوضاع تسلط داره، ولی واقعیت اینطور نیست. یک چیزی در جامعه ما دگرگون شده و یک تغییر بزرگ رو میطلبه که اون گذار از جمهوری اسلامی است و رسیدن به دموکراسی. در این نشست تعدادی از سیاستمداران کانادایی هم حضور داشتند، کسانی که تصمیم گیرنده هستند در دولت کانادا، کسانی که در طول دو سال گذشته در کنار مردم ایران قرار گرفتند و با وضع 17 دوره تحریم، همچنین قرار دادن 10,000 نفر از سران جمهوری اسلامی در لیست تحریم ها و همچنین قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی نشون دادن که شنونده فریادهای دادخواهی و عدالت‌خواهی مردم در ایران هستند و همواره در کنار اونها می ایستند. تشکیل نشست های از این دست میتونه همواره موضوع ایران رو به عنوان یک موضوع روز در دولت کانادا مطرح نگه داره. این نشست علاوه بر تجمع هایی که در شهر تورنتو برگزار میشه، یادآوری خواهد کرد که ایرانیان در خارج از کشور و همچنین در کانادا همواره در این مسیر همراه هم خواهند بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.